درود فراوان به یکایک شما بینندگان محترم، امیدوارم که صحیح و سالم باشید. من دکتر جعفر شجره هستم در برنامه Health Media Network، Health Media TV، که براتون برنامه های پزشکی ارائه میدیم و همکنون کوالیفاینگ جام جهانی در آسیا، ایران بازیش رو آغاز میکنه از همین امروز و ایران در مقابل هنگ کنگ بازی خواهد کرد. درباره این هم صحبت خواهیم کرد. بریم به خبرهای کووید توجه کنیم، برمیگردیم ادامه برنامه در یه ذره درباره فوتبال و این جو سیاسی فوتبال صحبت میکنیم و به برنامه ما زیاد ربطی نداره و چون به قسمت ورزشی هست و چون من خودم عاشق فوتبال هستم و همیشه ورزش کارم و ورزش میکنم، میخوام در واسطه صحبت کنم. همین دیگه توجه میفرمایید، این تعداد مبتلایان به بیماری کرونا ویروس در دنیا هست و قربانیان در دنیا تا همکنون. بریم به قسمت بعدی، مبتلایان در آمریکا که به 33,305,000. توجه کنید به قربانیان. اگه یادتون باشه در حدود، من فکر کنم اتاق فرمانه با من هم عقیده است، ما یه سی در حدود آماس 6 یا 8 هفته است الان که هنوز، البته تعداد خیلی بالاست ولی خیلی به بالای گذشته نیست، از 535 تا 595 60,800 نفر جان خود را از دست دادن تو این 8 هفته گذشته که خود در مقایسه با قبلا تعدادش خیلی کمتر شده و اینو ما تنسیقیم بهش میتونیم ربط بدیم به واکسینه شدن تقریبا 160 میلیون آمریکایی و این هم که مبتلان در ایران، بله تازه شده 80,000 قربانیان، یعنی هنوز 3 میلیون هم نشده تعداد مبتلایان. anyways این متاسفانه اشکالیه که در ایران هست. ایران متاسفانه زیر فشار شدید هست و کسایی که زجر برن ایرانیان عزیز و مهربان ما هستن که در کشورمون تقریبا له شدن و من متاسفم. امیدوارم بتونیم کاری براشون بکنیم. بله، خبری که شنیدیم درباره دکتر فرچی شنیدیم که هنوز اندر خم یک کوچه هستن که میگن امکان داره این کرونا در لابراتوری درست شده باشه، بعضی میگن نشده، WHO میگه امکان این هست. خلاصه طبق معمول دکتر فاوچی یکی از بیزیترین دکترهای روی زمینه، داشتن درباره صحبت میکنن در CNN و فاکس که اسکجولش چقدر هکتیکه، چقدر شلوغه و چطور میتونه این شخص رسیدگی کنه به این infectious diseases که در آمریکا هست و به کارهایی که برای انجام بده با این همه اسکجول فشرده. خب یک شخص واقعا آیا میتونه کارشو خوب انجام بده زیر این همه فشار؟ خبرهای کووید، همونطور که فهمیدید فایزر اپرووال گرفت برای 12 سال به بالا واکسینشو و همکنون مادرنا اپلای کرده برای اپرووال گرفتن FDA که بتونه به 12 سال به بالا مثل فایزر بتونه اپرووال بگیره برای استفاده کردن این واکسین ها. جنگ واکسین ها هست همکنون. واکسین انقدر زیاد شده در آمریکا که اعلام کردن از جون 15 اگه کارت واکسین داشته باشین میتونید دیگه سوشال دیستنسینگ انجام ندید و ماسکاتون رو بردارید و این خبری که ما شنیدیم و خب کی میاد بگرده دنبال کارت واکسینیشن؟ اگه یکی بگی من کردم چطوری میتونیم باور کنیم و چطوری میگه نکنیم؟ آیا باید این کارت واکسینه رو با خودمون هم بکنیم مثل درایورز لایسنس یا خیر؟ این هم یه خبریه که دربارش ما خوندیم و شنیدیم. خبر دیگه ای که ما درباره کووید 19 شنیدیم همین استفاده کردن دواهای مختلفی که همکنون به بازار پزشکی اومده، رمدزویر که در اصل یه انتای وایرال کووید شناخته شد، در اصل یک دوای اصلی درمان کسانی که دچار بیماری مزمن آپر رسپیتوری کووید 19 هستن، رمدزویر که از شد انتای وایرالایی که استفاده میکنن، یعنی روش درمان همیشگی شد. خب خبرهای کووید واقعا دیگه تکراری شده، همین قدم کافیه. میریم با هم یک کمرشال میبینیم، برمیگردیم درباره تیم ملی ایران. فردا یعنی همین امشب بازی داره با هنگ کنگ که اگر این بازی رو حتی مساوی هم بکنه کارش ساخته، هر 4 تا بازی رو ببره
فیفا و تیمای عربی فکر کنم قصد دارن که ایران رو حذف بکنن، چون تمام بازی ایران در بحرین در اون هوای شرجی که متاسفانه برای بچه های ما خیلی سخته. برمیگردیم با هم بعد از کامرشال بیشتر صحبت میکنیم. خب گفتیم درباره تیم ملی ایران صحبت میکنیم. برای 10 روز توی کیش بودن چون هواش مثل هوای بحرینه. تو 16 روز 4 تا بازی داره تیم ملی. جون 3، جون 7، جون 11 و جون 15. جون 3 با هنگ کنگ بازی داره تو بحرین. جون 7 با بحرین که خیلی بازی پولیتیکالی هست که همیشه تا حالا تیم ملی ما با بحرین رو تو کشور خودش نزده. باید این تیمو بزنه تا بتونه کوالیفای بشه، هر 4 تا بازی خوشو و ببره. بازی این کوالیفایینگ خیلی سخته، تازه بعد میره به مرحله بعدی. ببینید اتفاقی برای ایران داره میفته و افتاده اینه که ایران به خاطر این رژیمی که داره، به خاطر سانکشنایی که روش گذاشته، من شخصا فکر میکنم فشارهایی که روی ایران هست مستقیما به دلیل این رژیمه که ایرانو توی جهان توی آسیا به این حد بد رسونده. تیم ملی ما خیلی تالنتد هستن، بازیکنان خبره‌ای دارن، جوانامون ماشاءالله میتونن پا به پای تمام جوانای دنیا بدوئن. یکی از بهترین کشورهای روی زمین بودیم و متاسفانه رژیمی که داره ایرانو منیج میکنه هر چی بوده به سر ایرانیان آورده. حالا اینم روش و بحرین ما تاریخچه خیلی طولانی داریم، چند دفعه ما رو نذاشتن بریم ورلد کاپ جام جهانی. بعد از اون بازی با کامبودیاس که 11 جون هست تو دوباره توی بحرین و بازی آخرش هم با عراق که عراق هم تیم خیلی قوی است که باید ببره. در این صورت تیم ملی کارش سخته. دوچه ویله در آلمان گفته که almost impossible که تیم ملی بتونه به رده دوم کوالیفاینگ جام جهانی برسه. ما برای شما از طرف healthmedia.tv برنامه ویژه‌ای داریم، هایلایت های مسابقه ها رو براتون پخش خواهیم کرد و امیدواریم تیم ملی ایران بتونه از صد این تیم‌ها بگذره. جوانای ما بعد خودشون رو نشون بدن، فکر نکنن درباره رژیم، فکر کنن درباره ملت. یک کشور پشتشونه، یک کشور چشاشون به ایناست و جوانای ما چشاشون بچه های تیم ملیه. امیدوارم که تیم ملی بتونه روسفید از زمین این حریف ها بیرون بیاد.